سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت یک بعد از ظهر آفتابی واشنگتن 9:30 دقیقه شب تهران 7 بعد از ظهر اروپای مرکزی به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. در این شماره از تفسیر خبر میپردازیم چون شماره‌های پیشین به آنچه که در عرصه داخلی ایران می‌گذرد در ارتباط با مردم ایران. آخرین سخنان مسئولان فرهنگی سپاه پاسداران درباره دولت حسن روحانی و تاکید بر اینکه سپاه پاسداران نیاز به کودتا ندارد. آن سوتر در عرصه اقتصادی در ایران چه دست‌هایی همچنان بر سفره مردم حاکم است و در عرصه منطقه‌ای سرانجام سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی در یمن به کجا کشیده است و مذاکرات اتمی میان نمایندگان حکومت فقیه و 5 به اضافه 1 به چه مرحله رسیده است. با من و شما هستند در این شماره از تفسیر خبر در لندن آقای علیرضا نوریزاده و در تگزاس آقای محسن سازگارا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده در لندن سلام به شما. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارای عزیز و بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری. آقای سازگارا در تگزاس با سلام به شما. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چالنگی، آقای دکتر نوریزاده عزیز و همه بینندگان گرامی و عذرخواهی میکنم از اینکه غیر رسمی تو برنامه به دلیل مسافرت شرکت کردم. آقای نوریزاده قبل از هر خبری، این دو خبر من دارم که روی رسانه‌های خبری بوده همه دیدن. یکی اینکه خودسوزی خودکشی کربلایی حمید فراخه، یه دست فروش تبریزی، در برنامه دیروزم دربارش کمویش صحبت کردم، اما وسیله معیشتش یه گاری دست فروشیست، مجموعش چقدر میشه بینندگان ما بهتر میدونن. اینو جمع کردن آمدند رفت آمد دادگاهی کردن گفتن نمیشه پس ندادن، یعنی از نون خوردن این انسان نازنین تبریزی رو به جای رسوندن که دست به خودکشی زد. حالا بگذاریم از اینکه دوستای هستن بابک زنجانی و بقیه که راست راست راه میرن یا سعید مرتضوی، بابک زنجانی که میگن بازداشت، این یه ور قضیه است. یعنی اینها آقای حمید فرخی از کسانی که آقای خمینی بر دوششون به حکومت رسید و گفت کوخنشینا، اون ور آقازاده ها هستن، نوه آقای ربانی املشی که بینندگان ما هم کمابیش میدونن آقای ربانی املشی در کشتارهای کردستان چه نقشی داشت. ربانی ببخشید شیرازی بل. نه ربانی املشی بل. با پرشه با سرعت بیش از 200 کیلومتر در خیابونهای خلوت تهران نیمه شب خانومی هم پیششون بودن به اسم پریوش اکبرزاده تصادف میکنن. آقازاده ها پرشه سرعت 205 کیلومتر، دست فروش تبریزی ناچار به خودسوزی،
اینها که قرار بود که در خدمت مردم باشن، آقای ربانی شیرازی و بقیه اعضای، خب بقیه هم بینندگان هم میدونم، امثال رفسنجانی و بقیه نوه ها و فرزندانشون به کجا رسه. این وضع شما بفرمایید نشون دهنده چی هست؟ چه دستاوردی برای مردم ایران چون این وضعی؟ جناب شالنگی عزیزم، اجازه بدید به عنوان آدمی که به هر حال شعر میگه توی 40 سال 45 سال توی این کار بوده، اول اشاره بکنم به دستگیری آقای عالی پیام، شاعر عزیز، شاعر ملی، و اثر زیبایی که هادی خرسندی برای او نوشته که فوق العاده است. و همونجا به همین موضوع هم به نوعی اشاره میشه از قول قاضی که از گرانی مرغ گفتی تا تخم مرغ و لبن، همینه که هست. آخه قاضی گفته بود، بهش گفته بود منو برای یه شعر که دوبار محاکمه نمیکنن، گفته بود همینه که هست. همه جا گفتی از حقوق بشر، همچنین حق زن، همینه که هست. در جنایت نوشته ای تهران، بدتر است دست پکن، همینه که هست. همینه که هست حاصل یک حکومت دروغ زن، حکومت فاسد. شما انتظار دارید که کربلای حمید مثلا بیان بهش کمک کنن دست فروشیش تبدیل به مغازه بشه؟ نه. ولی من از یه چیزی حیرت میکنم، در تونس که اوضاع به مراتب از ایران بهتر بود، حتی در زمان بن علی آزادی های اجتماعی به وفور وجود داشت، آزادی سفر، آزادی همه چی بود، در اونجا یه دست فروش خود رو آتش زد و انقلابی شد. مگه در اهواز یه هموطن عرب ایرانی خود رو آتش نزد؟ چه شد نتیجه؟ سرکوبی بیشتر. و الان دست فروش تبریزی فکر میکنید کک رژیم میگزه؟ نه، آقای خامنه ای نگران آقازاده حسن نصرالله است، نگران اینه که حوثی ها چند تا سعودی کشتن، دنبال اونه. برای آقای خامنه ای اصلا مطرح نیست کربلایی حمید در چه حاله یا فلان آدم مستضعف در چه حاله. آقازاده آقای واعظ طبسی سرش سلامت، ایشون ناصرخان باید بچه‌شو بره در آمریکا به دنیا بیاره و پرسوی نوه آقای ربانی شیرازی. من از این ربانی شیرازی براتون بگم، اول انقلاب اتفاقا یه مصاحبه هم باش کردم تو امید ایران است، گفت آقای خمینی باید رئیس جمهور بشه. انقدر این یقه پیرن چرک بود که توی مدرسه علوی من به یکی از این آقایون گفتم آقا برید شما یک لباده یه چیزی برای این آقا برید عوض کنه، خیلی بده این پیرن، اینقدر سیاه شده یقش. با همون یقه چرک هم وامیستاد حکم صادر میکرد. حالا نوش بعدم کشتنش، اینم بهتون بگم، ربانی شیرازی چون پشیمان شده بود و شروع کرد به حرف زدن، تو جاده شیراز تهران تو شهرزا زدن کشتنش. مثل حاج آقا صادق طباطبایی قومی که با هم سرو خب در کردستان هم ایشون کم در کشتارا، بله، یعنی ربانی شیرازی به هر حال ولی پشیمان شده بود به شدت و شروع کرده بود این برانور حرف زدن، از مردم توبه کردن، از مردم حلالیت طلبیدن. نه کاری ندارم، ولی آقازاده شون اون وقت یه بی ام دبلیو با یه پرش به هم میخوره، ببینید چرا خبر اول شد؟ به خاطر اینکه مردم اینقدر نفرت دارن از اینا، بلافاصله وقتی فهمیدن دوتا آقازاده بودن، خبر تبدیل شد به خبر اول و همه جا بحثشو کردن. بله، پرش قربونتون برم، مازاراتی تو تهران سوار میشن، رونمایی از آخرین مدل مازاراتی میکنن، نمایشگاه دارن در تهران، تو خیابون آپادانا اینقدر ماشین پرش و مازاراتی و از این فور ویل درایو های رنج روور و غیره اونجا هست که آدم سرش گیج میره که چجوری چه کسانی از ما بهتران سوار اینا میشن. بله، گفتن آقای بابک زنجانی 20 تا ماشین داره، هر کدوم از یکی گرونتر میلیاردی. نتیجهش همین آقای چالنگی، انتظار نداشته باشید ولی مسلمانان جهان به فکر این مردم گبر آتشپرست ایران باشه. ایشون باید به فکر مسلمانان یمن، اریتره، بورکینافاسو، شمال نیجریه، آقای ابراهیم زکزکی، آقای حسن نصرالله باشه. مردم ایران که مردم اون نیستن، که یه قوم اشغالگر ایران اشغال کردن، تو سر مردم هم میزنن. قوم اشغالگر هستن. البته آقای نورزاده قطعا انتظاری هم از ولی فقیه نمیشه داشت، 30 چند سال هست نشون دادن که
به چه شکلی عمل میکنن. و اما آقای سازگارا، شما با نظر آقای نوریزاده موافق هستین که قوم اشغالگر هستن و به شکل اشغالگران عمل میکنن؟ یک این، با یه دونه از این ماشینایی که آقای بابک زنجانی داره و امثال هم، با دارایی یکی از این آقایون واقعا میشه زندگی چند تا حمید فرخی دست فروش تبریزی رو تامین کرد، یا یونس خرمشهری رو که اون هم خودشو آتش زد؟ بله، بذارید من از کتاب معروف میلوان جیلاس کمک بگیرم، طبقه جدید. جیلاس عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست بود و وقتی که شورش کرد، در واقع مخالفت کرد، زندان افتاد و بیرون اومد از حزب، به یوگسلاوی برگشت و در این کتاب طبقه جدیدش که دکتر عنایت رضا، در واقع میشه گفت میلوان جیلاس ایران بود، از حزب توده بیرون اومد و مخالفت کرد. یک حرف خلاصه اون کتاب، یک حرف جالبی داره، میگه ما کمونیستا که منادی جامعه بی طبقه بودیم، تبدیل به نیرومندترین طبقه تاریخ شدیم و تمام مزایای اجتماعی رو به خودمون اختصاص دادیم، و شرح و بستی که در اون کتاب هست. من فکر میکنم نظامهای اتوریتریان، نظامهای اقتدارگرا که منابع اصلی قدرت و ثروت رو انحصار میکنن، به سرعت بعد از یه مدتی فاسد میشن. اقتصادهای دولت سالار که پر از رانت هست، پر از امتیازات ویژه هستش، قوانین نامناسب که فقط نفع همین انحصارگرا کار میکنه، قوه قضاییه غیر مستقل و وابسته که امثال سعید مرتضوی رو نمیتونه کاری بکنه، نمیکنه، همدست اونهاست، خودشون فاسدن و مردم بیگناه و بیدفاع رو میگیره و دستگیر میکنه یا اعدام میکنه، یا یک دورگرد فقیری رو که ماموران قلتشن و خشن شهرداری ها این روزها به جونشون میفتن، اینطور در فشار و منگنه قرار میدن که ناچار میشه خجل زن و بچه وقتی یک مردی هست دست به خودکشی بزنه، مثل یونس عساکره در خوزستان یا حمید فرخی در تبریز، که به این شکل دردناک خودسوزی بکنه. نبودن احزاب رقیب، نبودن اقتصاد بازار سالار یعنی اقتصاد آزاد، مارکت اکانومی، نبودن مطبوعات آزاد که چشم و گوش یک ملت میتونن باشن، وقتی اینطور باشه، اون وقت امثال نوه آقای ربانی شیرازی، به قول یکی از دوستان جوان، آقا میثم ها و آقا یاسر هایی که میلیاردر شدن، پدرانشون یا خودشون هم بر دست پدرانشون میرن وارد اتاق بازرگانی و صنایع معدن، انتخاباتش که بود، چند تا از این آقازاده ها از هر طیفی، هر جناحی، از پسر آقای عارف تا اون یکی تا این یکی، ببینید که خیلی هم مدعیان که ما خیلی نابغه دهر بودیم، خیلی بیزنسمن های بزرگی بودیم و توانستیم که ثروت به دست بیاریم، لذا در کنار تجار با سابقه بنشینن و ثروتمندتر، بدون اینکه همچین که دست بذاری روشون، میبینید فلانجا از رابطه و رانت پدر یا عمو یا فک و فامیل استفاده کردن و فلان قرارداد انحصاری رو گرفتن و میلیاردر شدن، یا از ثروت بادآورده پدر استفاده میکنن. ببینید این ماجرا جبلی این قبیل نظام هاست، یعنی وقتی ولایت فقیه تمام قدرت ها در اختیارشه، طبیعتا دست دراز میکنن چنان که کرده، ثروت ها رو هم کنترل میکنه و 44% اقتصاد ایران الان بیرون از هر نظارت و مالیاتی است، و وقتی این ثروت های کلان پیدا میشه، اون وقت دزدها و
راندخورها اطرافش پیدا میشن، اون وقت به طور طبیعی هم افسار فقیر و ضعیف پیدا میشن. به قول حضرت امیر که میگفت هیچ کجا ثروت انباشته اینچنینی ندیدم مگر به حق مظلومی آغشته بود. به هر حال آقای چالنگی، این واقعیت دردناک اقتصاد ایران، این فساد گسترده، این به قول اقتصاددانا ضریب جینی که دهک‌های درآمدی رو نشون میده، رشد زیادی که کرده و نابرابری‌های اقتصادی رو نشون میده، قطعاً یکی از اون زمینه‌هایی است که نارضایتی مردم رو در پی داره و انباشتگی این قبیل مسائل در همه جای دنیا، در همه جای دنیا منجر به حرکت‌های بزرگ اجتماعی شده. منتها زمانش رو احتیاج داره. اگر در تونس خودسوزی یک دست فروش یک مرتبه جرقه‌ای به آتشی زد که تمام خاورمیانه رو در بر گرفت، خیلی عوامل دیگه به تدریج مهیا شده. در ایران ما هم به تدریج عواملی داره مهیا میشه، شکل میگیره و این قبیل حوادث انباشتگیش در زمان مناسبش اون وقت انبار نارضایتی های مردم رو به آتش برد. آقای سازگارا به یک جمله منتسب به امام اول شیعیان اشاره کرد که برها روحانیت حاکم هم سالیان سال بر منبرها میگفتن پیش از آن که به صدارت برسن و به مقام های کنونی، از جمله نقل میکردن که بسیار بسیار زیاد داستان برادر امام اول شیعیان نابینا عقیل که آبروی این عقیل رو در طول تاریخ شیعه بود، اومده بود از برادرش لقمانی میخواست، دستشو بر آتش گرفت و که تو میخوای من در جهنم بسوزم، تحمل این آتش نداری و بقیه داستان. بنابراین من نه از بیت المال یک درهم دینار هرچه که بود اون موقع نمیدم بهشون. اینها رو گفتن بر منبر تا وسیله بشن به جایی برسن که امروز روز رسیدن آن یکی فقیه که خمینی باشه بارگاهی برایش ساخته و به طور مثال نوه خود ایشون این آقای سید حسن خمینی چه میکنه که لقب آیت الله هم تازگی ها به اون چسبوندن. اما آقای نوریزاده، خب تملق و چاپلوسی در تاریخ ما چیز جدیدی نیست. آقای سعیدی نماینده فقیه در سپاه پاسداران گفته که 99.5 درصد موفقیت های ایران و ملت ایران مدیون رهبری های خردمندانه و دیگه بیاین تا هرچه صفت از این قبیل هست رهبری هست. یکی از موفقیت ها همین خودسوزی حمید فرخی همست. از اون طرف هم ما میبینیم سپاه اومده و حرفایی رو زده در مورد اینکه به اصطلاح ما هیچ نیازی به کودتا نداریم و یکی هم در همین مجلسشون نشسته گفته که وقتی 60% نمایندگان سپاهی هستن دیگه چه لزومی برای کودتا هست و از این حرف. خرده‌ای به دولت حسن روحانی گرفتن. نقش سپاه پاسداران و یک طرف و نقش خود ولی فقیه آقای خامنه‌ای در وضعیت موجود تا چند اندازه است؟ آیا اینا هر دو همسو هستند؟ آیا دستشون در یک کاسه است یا نه جایی متصن آقای خامنه‌ای در کنار مردم هست؟ نه شما بفرمایید. آقای چالنگی، یک در مورد اظهار نظری که فرمودید در باب حضرت علی، من یه اشاره فقط سریع میکنم رد میشم. دکتر محمد رضا شفیع کتکنی میمسرش که عمرش مستدام و قلمش همیشه پربار باد، مقاله دارن ازشون در ایران شناسی این شماره دکتر متینی عزیز چاپ کرده. در این مقاله ایشون به کرامات شیخ جام اشاره میکند و دروغهایی که راجب اون نوشتن. بعد یک جمله خیلی جالبی داره، میگه الان شما اگر بخواید روزنامه اطلاعات اول انقلاب رو بخواید تجدید چاپ بکنید رژیم نمیگذاره، چون میگن اون روزای مسائلی بود، مصلحت امروز ایجاب جور دیگه میکنه. در دوران قبل از عمل آقایون رو منبر همه چی میگفتن، آن پدر و پسر، بیچاره آن پدر و پسر.
حالا اومدیم نگاه میکنیم میلیم آن پدر و پسر چقدر خدمت به این مملکت کردن و اگر معایبی داشتن درباره در برابر محاسنشون اصلا قابل مقایسه نیست. اما این رژیم از اول حسنی نداشته. یعنی الان شما دارید میگید آقای سعیدی میگه آقای خامنه‌ای کدوم موفقیت؟ در طول این بیست و اندی سال آقای خامنه‌ای در کدام سیاستش موفق بوده؟ سیاست اتمی 120 میلیارد خرج بکنن بعد همه رو تسلیم بکنن تموم شد؟ این سیاست اتمی موفقیت آمیز بود؟ موفقیت آمیز در سلاح ساختن و غیره بود که 8 تا کشتی میفرستن اونجا بعد به سرعت برمیگرده یه تهدید آمریکا. زیردریایی این مینی جت همین زیردریایی رو درست میکنن که تو دیزنی لند که آدم میره نظیرش اونجا هست. کدومشون در سیاست عراقیشون موفق بودن؟ در سوریه موفق بودن که اسمشون در تاریخ ثبت شد به عنوان شریک جنایات بشار اسد در کشتن 250,000 سوری، ویران کردن 85% سوریه، 8 میلیون آواره سوری. این درسته؟ اینا موفقیته که مردم سوریه اون انسانهای سربلند شما میشناسی آقای چالنگی دیدی مردم رو اونقدر با غرور و سربلند و با فرهنگ تو این قایقا بیان وسط دریای مدیترانه غرق بشن؟ این درسته؟ این سیاست درست آقای خامنه ایه؟ سیاست منطقه‌ایشون درسته؟ بین المللیشون درسته که ایران رو منزوی کرد، پدر ایران رو تو دنیا درآورد؟ این مجازات هایی که برای ما گذاشتن کمر اقتصاد ما کجا آقای خامنه ای پیروزه؟ اما در مورد سپاه ایشون آمدن گفتن حالا من یه مستر هایدی میسازم که با این پدرتون رو در میارم. تشریف آوردن یه مستر هاید درست کردن، بعد کم کم خودشون از این مستر هاید به وحشت افتادن چون مستر هاید شبا میرفت بیرون آدم میکش کارهای دیگه میکرد. گفتن حالا یکی دیگه هم بغلش درست میکنم مستر هاید تو بسیج رو اومدن تقویت کردن. یک آدم فاسد آدم کشه با پرونده آلوده محمد رضا نقدی رو گذاشتن رأسش. گفتن حالا بسیج رو میزن به جون سپاه. الان دو تا غول درست کردن به جان مملکت انداختن خودشونم میلرزن. این واقعا به نظر من بیمسئولیتی مطلقه و دو تا هیولا رو به جان ملت انداختن. اون وقت شما برید بشینید پای درد دل افراد عادی سپاه، اونایی که توی شهرک شهید زندگی میکنن، آقای محلاتی، شهید محلاتی، برید ببینید که برای من نوشته من ماهی یک بارم گوشت برای فرزندم نمیتونم برای خانوادم بخرم، سرهنگ سپاه هم هستم. و یا اون بچه های نازنین ایران که دچار شیمیایی شدن و دونه دونه دارن میمیرن، میرن بی سر و صدا. بچه های ایران که تو عراق به کشتن دادن، در سوریه بکنن، همین این هفته چند تا جنازه اومد در عراق، کشتار وحشتناک اعلام نمی کنن. تو یمن هم آقای نوری زاده سرهنگ سپاهی که نمیتونه گوشت برای خانوادش بخره، خب باور کردن این یه مقداری شاید به این مره قضیه که میرسن روزخانی است. روزه میتونه، یعنی سرهنگ سپاهی که نمیتونه گوشت برای بچهش بخره، برای خانوادش بخره، چرا در سپاه مونده؟ آقای چیه وقتی روزی رفته که نمیتونه گوشت بخره؟ نه چیکار کنه، روزی رفته تو جبهه، بعدم پیوسته به سپاه، دوز نبوده، آدم کش نبوده، حالا تو سپاه هست. همشون که بد نیستن، 120,000 ابدا حرف من این 120,000 عضو سپاه، 5,000 تاشون اصلا این نیست که سپاهی بده یا خوبه، از حرف من این نیست، حرف من چیز دیگه است. طبعا در همه جا آدم خوبت میشه پیدا کرد، اما یک ساختاری ساختار خوبی نیست. منی که سپاهی هستم رفتم سرهنگ شدم، به درجه سرهنگی رسیدم در سپاه، لابد اگر مادیاتش تأمین نمی کنه منه، یه معنویات علتهایی داشته. بنده به روایت شیعه حر ابن یزید ریاهی هم ما داریم دیگه، چرا نمیاد بیرون اون آقای سرهنگ و بقیه به مردم بپیوندن؟ آقای چالنگی اون سرهنگ به اون حقوقی که ماهیانه بهش میاد احتیاج داره، به هر حال باید بچه دانشگاهی داره، مدرسه‌ای داره. ببینید باید از این نگاه کرد چند درصد از این سپاهیان یا بسیجی ها فاسدن
و آلودن و تو این ولو بقیهش روی کارمند مثل بقیه، مثل سرهنگ ارتشه. مگه سرهنگ ارتش راضی هن؟ نه، تیمسارش هم راضی نیست، حقوقی که بهشون میدن حقوق کافی نیست، یه عده معدودی از اون مزایا استفاده میکنن. گفتن آقای دکتر ولایتی ماهیانه 25 میلیون تومن حقوق میگیره. خب آقای ولایتی در 25 هم کار میکنه، 25 میلیون تومن حقوق میگیره، حالا مزایاش به کنار، ایشون ماهی 5 میلیون تومن خرج عطینشه، بنابراین آقای ولایتی مشکلی نداره. ولی واقعا اون سرگرد، سرهنگ، گروهبان، اینا که تو سپاه هستن یا تو ارتش، اگر جزء باند آلوده نباشن رنج میکشن، ولی خب چه کنن، کجا برن؟ من شخصا در این 30 و چند ساله 5 تا 10 نفر از این سپاهیان در رده های بالا رو، از سرهنگ به بالا رو ندیدم که بیان به مردم بپیوندن علنا. ولی به هر حال تردیدی نیست در رده های پایین به هر حال گرفتاری ها هست، مشکلات هست، همه اینا هست. منتها یک حرکتی باید دیده بشه که بگه آدم ناراضی هستن. تا زمانی که اون تو هستن مردم حق دارن نگاه کنن، اونا شریک جرم هست. حالا میگین نون شب هم ممکن نداشته باشه، خب تقریب خودشون باید یه جایی روشن کنه. آقای چالنگی، یک نظامی اگر به هر دلیلی ذره نارضایتی و تمرد نشون بده، دادگاه صحرایی میشه میکشنش، دادگاه نظامی میشه. یعنی به این سادگی ها نیست. بودن بچه های سپاهی که حاضر نشدن روی مردم تیر بندازن و دیدیم چه بلاهایی سرشون رو هستن. مطمئن باشید توی اینا آدم نارضایتی زیاده و روزی همین ها کاری خواهند کرد که مردم ایران میبینن. همه اینا مجرم و جنایتکار نیستن مثل اون فرماندهانی که دزدن و جنایتکار. تردیدی نیست، به هر حال همه در همه جا میتونن منشأ خدماتی هم باش، امیدواریم چنین بشه. آقای سازگارا، نقش بیت رهبری و سپاه پاسداران در وضعیت موجود اقتصادی، وضعیتی که منجر به خودسوزی حمید فرخی میشه، رو از شما میشنوید. به هر حال ببینید، جزو این لیستی که آقای نوریزاده راجع به مصائب دوران رهبری آقای خامنه‌ای و عملکرد ایشون برشمردند، الان بیش از 25 سال شده. به این لیست باید مسائل داخل ایران رو هم اضافه کرد، یعنی آنچه که در عرصه اقتصاد ایران اتفاق افتاده. به هر صورت مسئولیت رهبری با آقای خامنه‌ای بوده. من الان که آقای نوریزاده صحبت میکردن داشتم فکر میکردم دقیقا سالهای حکومت آقای خامنه‌ای مساوی شده با سالهای حکومت محمد رضا شاه پهلوی، کمی کمتر، 25-6 سال، شاید چند سال دیگه بگذره ایشون هم به همون سالیان برسه. و من البته ارادتی به سلطنت یا عرض شود که حکومت نظامی ها ندارم، ولی واقعا داشتم توی ذهنم مرور میکردم، شاید هم بشه یک مقالش کرد، جدولی که عمل کرده دو تا رهبر مملکت رو بذاره آدم منصفانه مقایسه کنه که مقدار راهی که ساخته شده، راهنی که ساخته شده، بیمارستان و درمانگاهی که ساخته شده، زیرساختهای اقتصادی که به وجود اومده و رفاه و آسایشی که برای مردم به وجود اومده رو با شاخصهای معینی بذار آدم به اندازه بگیره. انصافا در دوره آقای خامنه‌ای در پاره زمینه‌ها دست کم فاجعه خلق شد. یکیش همین فساد گسترده است که ارکان اقتصاد ایران فرا گرفته، از زیر عبای ایشون شروع میشه. 95 میلیارد دلار فقط سرمایه یک مؤسسه ای که به دست ایشون، ستاد اجرایی فرمان امام، منهای حالا ده ها مؤسسه دیگه مثل بنیاد مستضعفان و غیره، و ارگان های وابسته به ایشون مثل سپاه که از میکروچیپ سازی حضور داره تا تراکتور سازی، از کشتی سازی هست تا قاچاق مواد مخدر، از قاچاق کالا در انحصارش و در اختیارش هست تا
تجارت و واردات و پولشویی و غیره و غیره و دست گشاده‌ای که این ارگان‌ها در بانک‌های کشور پیدا کردن. پول بانک پول مردمه و به گفته خودشون بیش از 80 هزار میلیارد تومان پول از بانک‌های کشور عده معدودی که همه جزء اعوان انصار آقای خامنه‌ای و خیلی هاشون هم از وابستگان سپاه یا اعضای بالای سپاه هستن گرفتن و به بانک ها پس ندادن، یعنی پول مردم رو خوردن. بزرگترین دزدی تاریخ شاید اینجا اتفاق افتاده. عملکرد ایشون در حوزه بلایی که سر فرهنگ کشور آورده، سینمای کشور، موسیقی کشور، کتاب، شعر، شاعر، متفکر، نویسنده، دگراندیش، هر کسی مشغول سرکوب واقع شده، بلایی که ایشون به سر اقلیت‌های دینی کشور آورده، بهایی، یهودی، مسیحی، زرتشتی، دراویش، اهل سنت و هر کس که باوری، حتی شیعیان، مراجع دیگه تقلید مثل آقای شیرازی، مثل آقای منتظری، غیره و غیره، بلایی که ایشون به سر ارکان حقوق مدنی مردم آورده، معلمین در زندان، کارگران در زندان، دانشجویان در زندان، نهادهای مدنی تحت فشار و سرکوب و سیاهه بلندی که میشه برشمرد از سیاهکاری های آقای خامنه. من این جمله آقای سعیدی رو میتونم بگم 100% کاملا موافقم، با یه تغییر کوچیک. 95% مصائبی که بر سر کشور آمده مستقیما متوجه آقای خامنه است. لغت موفقیت رو برداریم و جاش مصائب و بلایایی رو بگذاریم که بر سر این مملکت آمده. و طبیعتا آقای چالنگی وقتی چنین انحصاری به وجود بیاد، وقتی چنین سوء کاری به وجود بیاد، وقتی چنین نابخردی هایی در همه عرصه‌ها، بخشای خارجی شو آقای نوری‌زاده مفصل شمردن، دست به دست هم میده و مملکت رو در موقعیتی قرار میده که الان قرار داریم. یعنی باید یک چشم ملت ایران به وین باشه ببینن بلکه این مذاکرات به جایی برسه، یک چشمشون به واشنگتن باشه که این هفته‌ای که شروع خواهد شد این لایحه کرکر منندز در صحن سنا مطرح خواهد شد، ببینن تحریم ها چی میشه، یک چشمشون به تحولات یمن باشه که ببینن مبادا جنگ بشه، درگیری بشه و دائما در حول ولا استراب و آقای خامنه‌ای هم آخر عمرش رسیده و بیمار، یک رقابت سنگین هم پیشا پیش شروع شده بر سر جانشینی، شاخشونه کشیدن این وضعیتی است که به هر حال میشه کارنامه ایشون رو نمره رفوزگی و اگر صفر نه بیشتر از 1 و 2 از 20 به ایشون نمیشه. حالا بله، این نگرانی آقای خامنه‌ای که از منبر آمده و بعد تخت حاکمیت ایران نشسته، خوب نگران است. نهایتاً چه میگن، از اوج عظمت به ذلت نیفتاده، برعکس بوده رفته. اما آقای سازگاری یه سوال به طور مختصر، چند درصد از این فرماندهان عالی رتبه، سردارهای بلندپایه سپاه، پاسداران همثال همین بابا مثلا فیروز آبادی یا بقیهشون، همین سلیمان، قاسم سلیمانی که برخی هم اونو عارف نامیدن برحال اون به جای خود، اما چند درصد از اینا تحصیلات عالیه نظامی دارن، تحصیلات آکادمیک نظامی، کسانی که به هر حال بدون هیچ پرده پوشی باعث شکست ایران در جنگ 8 ساله شدن و باعث اون همه مصیبت ها و جام زهر رو هم به آقای خمینی نوشاندن. چند درصد از این آقایون داره تحصیلات عالیه نظامی هستن؟ من نمیدونم آقای چالنگی. به هر حال بعد از جنگ آقایون دانشگاه امام حسین رو درست کردن برای سپاه و دانشگاه دافوس رو، در واقع دانشگاه دفاعی و آموزش های نظامی رو. من واقعا نمیدونم کیفیت کار این دانشگاه ها چگونه است و مدارکی رو که این آقایون از مدارک که عالیه تا سطح دکترایی که از این دانشگاه های خودشون گرفتن تا چه حد
معتبره اگر ارزشیابی بشه. پاره البته از آقایون سپاهی های قدیمی تحصیل کردگان دانشگاه های معتبر کشور هستن، مثلا آقای افشار مهندس دانشگاه صنعتی بود قبل از انقلاب اونجا. من نظامی رو میگم خدمت، اگر نبودن خود آقای چمران یا بقیه هم جاهای دیگه تحصیل رشته دیگه کرد. واقعا آمار دقیقی ندارم بدونم که چند درصد این آقایون تحصیلات عالی کردن یا الان در چه درجه ای از ثبات هستن، ولی این رو میتونم بگم آقای چالنگه، از روی اظهار نظرهای پاره از اینها میشه گفت که دست کم اگر تحصیلی هم کردن عقل سلیمی ندارن. آقای نقدی دیروز دیدم ایشون میگه که نور رهبری از روستاهای کشمیر تا جنگلهای نیجریه هست. با نمکه، حالا میخواد ایشون پاچه خاری هم بکنه دیگه، تو جنگل نیجریه نور آقای خامنه ای به چه دردی میخوره؟ لابد کرم شبتابه. یا بله، به هر حال میگن از قدیم هم گفتن تملق چیز خوب نیست، زشته. ولی در جوری اسلامی تملق هم امثال سردار حسین سلامی یا سردار یدالله جوانی و اینها میزنن و دعای علی گلابی که صبح تا شب میان جستای عبدالخیاری که آدم رو یاد اون داستان معروف فتلیشا میندازه که اگر کشم شمشیره نمیدونم جواهر نشان آنچنان اروس آنچنان میشه آنچنان و درباریان میگن وای بر اروس. صبح تا شب یه عده از این آقایون سپاهی ها مقدار عقلشون کمتر از درباری های فتلیشا، دائما وای بر اروس وای بر اروس میگن. و بعدم جالبه که 8 کشتی میفرستن با هارت و پور، ما میزنیم میگیریم، یه اخطار میکنن با سیبیل آویزون برمیگردن، به قول معروف دومشون رو میگیرن لای پاشون و یواشی برمیگردن و میفهمن که اصلا از این حرفا نمیتونن بزنن. آدم یاد اون هارتوپورت های نظامی های کانتین میفته که اونجور هارتوپورت میکردن، بعد از انگلیس ها در فاکلند اون شکست افتضاح آمیز خوردن. من فکر میکنم اون دست کم بدنه سپاه که مثل بقیه مردمن و زندگیشون اگر جای دیگه بهتری هم کار بله بگیرد. این رو هم بگیم که بدنه ارتش آقای سازگارا وقتی این چیزا رو نگاه میکنن قاعدتا مثل اون نظامی های آرژانتین میفهمن که اینهایی که اون بالا هستن یک عده سردار پوشالی هن در واقع. بله، اشاره به فتلیشا کرد این سازگاره، همون داستان زن کشم شمشیر مینایی که دود است پرت بر برخیزد زنم بر فرق پتروویچ که سردار روسی بود. یکی اینه، یکی تملق خب چیز بدی هست، زشته اینها، اما در جمهوری اسلامی این تملق به ابتذال کشیده شده، حتی تملق به هم به ابتذال کشیده شده به این معنی. و من میشناسم افراد بلندپایه ارتش رو که در همون تهران و خارج از کشور به چه وضعیت واقعا قابل توجهی از جهاتی زندگی میکنه، محتاج به معنایی هستن، تحصیل کرده، تحصیلاتی رو گذراندن، نظامی، تجربیات بسیار زیاد. بگذاریم از این مبحث به مبحث در ادامه همین موضوع، نقش این سپاهیان وضعیتی که ایران در منطقه پیدا کرده. آقای نوری‌زاده در یمن کاری که سپاهیان میکنن و عملیاتی که به اصطلاح مجموعه سیاست و عملیات حکومت ایران رو در شرط فعلی در منطقه در یمن شما چطور ارزیابی میکنه آقای نوری‌زاده عزیز؟ فقط بگم تملق توانگر کند مرد را، این فعلا در جمهوری ولایت فقیه بابه دیگه، توانگر بله توانگر کند در ایران کنونی به دلار. نقدی، نقدی من میشناسمشون، پدرش توی نجف تسبیح میفروخت و اینا پاشدن معاود اومدن اینجا، شاه بدبخت بهشون خونه داد، زندگی داد، بعدن حالا تبدیل شدن به این آدم. حالا حاجی شمس باباشو همه میشناسن، پسر حالا یه جایی هست که یه نفر در اثر کار و کوشش و اینها هم نه خیلی اینا کار و کوشش پروبیو میگه بله. من پدر مادرم کلفت بوده، میرفت تو خونه ها رو تمیز میکرده، پدرم هم توی بار کار میکرده، الان سناتور شده در نامزد ریاست جمهوری. مرحوم تیمسار ربیعی در دادگاهش گفت مادر من از رخشویی منو بزرگ کرد
من بالاترین مقام نیروی هوایی رو گرفتم بدون پارتی، روی لیاقت هم. بله چنین چیزهایی رو ما دیدیم. میزاتای خانه امیر کبیر پسر کربلای قربان آشپز بود. حالا به هر حال اینو خدمت تو عرض بکنم. ببینید رژیم جمهوری اسلامی در این سالهای اخیر بعد از اینکه ایالات متحده خدا خیر بده پدر بوش رو، دو تا دشمن اصلی ایران ملا عمر طالبان و صدام حسین رو برانداخت. از اون روزی که این دو تا ور افتادن جمهوری اسلامی خیلی احساس غرور کرد که اینا خودش زده، در حالی که خودشون 8 سال با صدام جنگیدن، آخرم جام زهر رو سر کشیدن. طالبان دیپلمات‌های ایرانی رو کش، جرأت نکردن یه تیر به طالبان بزنن. آمریکا اومد، جووناش کشته شدن. طالبان رو برانداخت، صدام هم برانداخت. اینا فکر کردن خیلی دیگه قوی شدن. شروع کردن تعرض و دست اندازی. عرب ها هم مشغول گرفتاری های خودشون بودن، بهار عربی اومد و غیره، کاری نداشتن. این آقایون رفتن تو سوریه، مانع از سرنگونی بشار شدن، ولی در این حال سوریه رو کردن داعشستان، سوریه رو کردن تروریستان. میبینیم چه خبره. جلوی انتخاب رئیس جمهوری لبنان رو گرفتن، در بحرین شروع کردن دست اندازی و تعرض و تروریست فرستادن و نمونه های مشابه ایران، پلیس رو زیر ماشین گذاشتن، درست همونجور که اینا تو تهران مردم رو زیر ماشین گذاشتن. به هر روی در بحرین شکست خوردن، در سوریه قصه ادامه دارد و قربانیان ادامه دارد. در عراق آقای حیدر العبادی در واشنگتن حرفایی شنید که ناچار شد بیاد بگه آقای قاسم سلیمانی حق نداری بیاد تو عراق، باید زیر نظر دولت باشه. میخوام بگم در هر جای یه مشتی حوالشون شد، اما در یمن مشت خیلی قوی بود. هرگز اینا فکر نمیکردن عملیات طوفان قاطع شروع بشه. فکر عربستان پادشاهش مرده، برادره اومده، اینا حال نده، حالا دعوا بین خودشونه، دارن داخل خودشون میجنگن، مغرن با اون میجنگه، اون با این میجنگه. فکر نمیکردن که سعودیا دیگه طاقت نمیارن، درست تو حیات خلوتشون زیر مرزشون یه دولتچه وابسته به جمهوری اسلامی تشکیل بشه. خب میان جلو اومدن و این ضربه برای رژیم بسیار سنگین بود، برای اینکه آمریکا تاییدش کرد، اتحادیه اروپا تایید کرد و کشورهای منطقه هم همه تایید کردن. حالا اینا هم مانور میدن، پاکستان نیروی زمینیشو نمیفرسته، نه مهم نیست. نخست وزیر، وزیر دفاع، فرمانده ارتش پاکستان سعودی بودن، یعنی هماهنگن. آقای اردوغان رفت سعودی هماهنگ، ولیعهد دوم عربستان رفت به ترکیه هماهنگ، اردن مشارکت داره، مصر مشارکت داره، کشورهای حاشیه خلیج فارس منهای عمان مشارکت دارن. خیلی رژیم ضربه خورد، یعنی یمن رو بلعیده فرض میکردن. آقای زاکانی میگفت 4 پایتخت عربی دستمونه، پنجمی هم به زودی میاد. آقای سلامی یه چیز دیگه میگفت. آقای علی اکبر ولایتی از رسیدن به باب المندب و مدیترانه میگفت. نتیجهش این شد، چون اینکه حرکت ملی نبود که مردم خوشحال باشن، اقتدار ملی داره نشون داده میشه. زمان شاه نبود که بگیم سیطره ما در خلیج فارس به نفع مساله ملی، نه، مردم میدونستن اینا دنبال بازی های خودشونن. ولایت امر و خوصی های بدبخت پابرهنه یمن هم بیان بشن تابع آقای خامنه ای، نه نشد. و این حرفایی که میزنن راجبه از کشمیر تا جنگل های شمال نیجریه، خب تو جنگل های شمال نیجریه میدونیم چون آدم های زندگی میکنن. پاسخش چیه؟ با بوکو حرام. پاسخش چیه؟ داعش. در واقع نظریه ولایت فقیه خالق داعشه، نظریه انکار حقوق سنی ها خالق داعشه در عراق. نوری المالکی خیانت کرد به عراق و باعث به وجود آمدن داعش شد، همون که بشار در سوریه همین کار رو کرد. و به نظر من یمن درس خوبی خواهد بود اگر رژیم متوجه درس گرفتن باشه. یادم نمیره یه هفته قبل از شروع همین عملیات طوفان قاطع، آقای ظریف توی مذاکراتی که داشتن به نوعی تلویحی اشاره میکرد که حالا برگه عراق و سوریه و لبنان اینا که دست ماست، یمن هم که تو دست ماست،
یعنی آقای جان کری بدون داری با من حرف میزنی، 4 تا کشور تو دستمه. یمن دستشون رو سوزون، حالا دیگه با برگ عراق و با سوریه و لبنان هم نمیتونن بازی کنن. و امروز در لبنان موجی که علیه ولایت فقیه حسن نصرالله و حزب الله را افتاده، موج بسیار قدرتمندی است که هم سنی توشه، هم درزی، هم مسیحی و هم شیعه. رهبران شیعه مستقل جلوی حزب الله موضع گرفتن و این به نظر من بسیار خوبه که شیعیان عرب، شیعیان کشورهای منطقه، کشورهای اسلامی نشون بدن تابع ولایت فقیه نیستن تا متهم به ستون پنجم بودن نشن و بتونن با حفظ استقلال خودشون مذهبشون هم داشته باشن. خب آقای سازگاردنی، همچین وضعیتی هست که مذاکرات کارشناسان به دو طرف شروع شده بود که ظاهرن این دورش هم پایان گرفت و مذاکرات آینده به اصطلاح قرار به نوشتن و انتشار قطعنامه، توافقنامه نهایی بیانجامه. در این برم در واشنگتن هم که گفته میشه دموکرات ها، حزب دموکرات بسیار تلاش میکنه که به یه توافقی به هر قیمتی برسه، خاطر انتخاباتی که هست که اینو یک پیروزی در کارنامه دموکرات ها بذارن برای پشتوانه خانم هیلاری کلینتون، که ضمناً کتابی هم امروز در اومده در واشنگتن برای بینندگان درباره فساد مالی در به اصطلاح بنیاد کلینتون متهم هستن. اون یه بحث دیگه است. این نهایت مسیری رو که داری میری، این برنامه اتمی ایران و مذاکرات رو شما چطور پیش بینی میکنید، چطور ارزیابی میکنید با توجه به نشونه های تاکنون موجود در این زمینه؟ بله، من آقای چالنگی اجازه دارم نسبت به بحثی که قبلا شد آقای دکتر نوری‌زاده فرمودن 2 نکته کوچیک رو عرض کنم. البته نکته امیدوارم... کوچیک که شما معمولا طول میکشه، اگه کوتاه است بفرمایید. یکی این که از وجوه دیگه این درماندگی این آقایون، علی‌رغم هارتوپورت، باید به اظهارات آقای ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه اشاره کرد که این سیستم موشکی S-300 رو 10 روز پیش آقای پوتین گفت بنده تحویل میدم و سرصدا شد. پشت پرده ظاهرا اسرائیل میخواستن بهش فشار بیارن که به اوکراین و گرجستان اسلحه نفروشه، هر کی بوده احتمالا اسرائیل رضایت داده یا هر معامله کرده. دیروز آقای ریابکوف خیلی روشن گفتش که نه، حالا اصلا معلوم نیست ما کی تحویل بدیم، تاریخ هم نمیتونم معلوم بکنم. گفتن 10 روز پیش پوتین گفته، گفت تو این 10 روز خیلی چیزها عوض شده. خب این خبره، بعد بفرمایید. و وزیر دفاع سپاهی مملکت، رئیس شورای عالی امنیت ملی سپاهی مملکت، آقایان دهقان و شمخانی، اینها سراسیمه اعلام کردن ما تا آخر سال این سیستم رو میگیریم. و بعد به اینا گفت این چه جور اقتداری است؟ این که مثل یک بچه شما رو بازی میدن، بدتر از همون دربار فتلیشاه و پیمان تیلسی. نکته دوم که میخواستم عرض کنم در بعد داخلی این تنشی است که بین سپاه و حکومت جمهوری اسلامی و عربستان بالا گرفته. حکومت سعی کرده احساسات ضد عرب رو بالا ببره و یک نوع فضای هیستریک ضد عربی ایجاد بکنه که به عنوان یک شهروند ایرانی استدعای من از هموطنانم این است که حواسشون باشه توی این چاله نیفتن. این سیاست غلط و ویرانگر سپاه 20 سال دنبال ایجاد به قول خودشون هسته‌های حزب الله در منطقه و گرفتن پوان سر میز مذاکره است که هیچ وقت هم کار نکرده، به قیمت اتلاف منابع کشور و به قیمت از بین رفتن جان هزاران هزار آدم در ممالک دیگه شده. اما در خصوص مسئله واشنگتن، ببینید، من دیروز اتفاقا مجلس سنای امریکا رو با زنده گوش میکردم روی رادیو سی اس پن، نوت‌های جانانه ای رو که سناتورهای دموکرات یکی بعد از دیگری میکردن و اولا دموکرات ها حرف می زدن در خصوص این لایحه کورکر منندز و تشویق سناتورها برای اینکه در هفته‌ای که در پیشه در دستور
صحن علنی سنا قرار خواهد گرفت بعد از اینکه 19 به هیچ در کمیته خارجی سنا رأی آورده. احتمال زیاد اگر 100-0 در صحن سنا رأی بیاره بنده تعجب نخواهم کرد با نطقایی که دیروز مطرح بود و عدد حدود شاید مثلا 400 کمی کمتر کمی بیشتر به 435 در مجلس نمایندگان هم ممکن است رأی بیاره، یعنی با یک اکثریت قاطع چه حاصلش این خواهد شد که دولت اوباما هر چیزی سر میز مذاکره امضا بکنه اگر تا 30 ژوئن به نتیجه برسه یا در هر زمان دیگه قرار داد بشه باید بره مجلسین امریکا، کنگره امریکا مجموعاً بازبینی کنه و اونجا نظر بده و اگر نپسنده و چیز بهش اضافه کنه یا کم کنه، یعنی به هر حال مهار زده کنگره امریکا مجموعه سنا و نمایندگان به سیاست خارجی کاملا در خصوص ایران به نوعی میشه گفت که اختیارات رئیس جمهور امریکا رو گرفتن و دموکراسی است به هر حال و نمایندگان استدلالشون این است که نمایندگان ملتن و باید به کار رئیس جمهوری که طبق قانون اساسی رئیس جمهور امریکا خیلی اختیارات داره ولی باید نظارت کنن. آقای اوباما هم ناچار از مصالحه شد و من فکر میکنم حاصلش این است که 3 نکته‌ای که آقای خامنه ای گفته و 220 نماینده مجلس هم هفته گذشته در یه نامه دوباره بعد از همون پاچه‌خواری های مرسوم از مقام رهبری همین رو دوباره تأکید کردن، این 3 نکته رو، یکی اینکه تحریم ها یک جا باید برداشته شه در زمان امضای قرارداد، دوم اینکه اجازه بازرسی و بازبینی از مراکز نظامی و امنیتی رو نمیدهیم، سوم هم اینکه تأخیر و توسعه نباید متوقف شه. من فکر میکنم هر سه این شرط ها که آقای خامنه ابلاغ کرده گفته به منظره دستورالعمله و آقای مجلس هم گفته سر میز مذاکره نه آقای کری میتواند بپذیره و نه اگر بپذیره در مجلس امریکا تصویب خواهد شد. بنابراین این قرارداد الان که نگاه میکنیم اگر ایران کوتاه نیاد از آقای خامنه ای در واقع این جام زهری که نصفش خورده بقیهش هم سر نکشه به جای نخواهد. آقای نوری‌زاده در آغاز از آقای محمد رضا عالی پیام گفت متخلص به حالو که به زندان رفت، چرا این حکومت هنوز و روز به روز شاید بیشتر از کسانی مثل عالی پیام و بقیه شعرا نویسندگان حراس داره؟ گروهی از اونا رو کشت در قتل‌های زنجیره‌ای اما همچنان حراسش پابرجاست. آیا کشتنی هست؟ آیا از بین رفتنی هست؟ اون چی که در ادبیات میجوشه در برابر ظلم و ستمی که احساس میکنه؟ در رژیمی که شعر در بنده است، خلق جون کودلی که خرسند است، هادی خرسندی میگه. اولا خیلی طبیعی است شاعر اگر مداح باشه سبزواریوار دستمال ابریشمی به دست به خدمت مقام معظم ولایت برسه، سپید خانوموار ستایش ایشون رو کنه، اشکال نداره، شاعر عزیزی است و به به آفرین آفرین. اما اگر سیمین بانوی بهبانی باشه مسلمه که آقا چهره دژم میکنه، خدا را حالا اون فروغ فرخزاد رفت خدا رحمتش کنه ولی این یکی عاقبت به خیر نشد، یا عالی پیام باشه مردمی جمع بشن و به شعرش گوش بدن، رژیم ناراحت میشه. چرا؟ چون میدونه همه اون اسلحه هاش، همه اون توپ و تانکش در برابر یک مصرع بیت شاعر مبارز تأثیرش رو از دست میده. درود به عالی پیام و درود به همه شاعران مبارز میهنم. این برنامه تفسیر خبر رو تقدیم میکنیم به محمد رضا عالی پیام و همه کسانی که به خاطر افکار و عقاید سیاسی و اندیشه های سیاسیشون از هر شکل و هر مرامی هست اما مشترک در منافع ملی و در سوی و سمت مردم و منافع ملی ایران و مردم ایران تقدیم میکنیم، همه اونها که در این مسیر در زندان حکومت ایران هستند، به امید روزی که نه تنها در ایران در هیچ کجای جهان
کسی به خاطر اندیشه، فکر، عقیده سیاسیش و آنچه میگوید و مینویسد به زندان نره. با امید به فردایی بهتر. سپاس بسیار از شما آقای نوری‌زاده عزیز در لندن و آقای محسن سازگارا در تگزاس. با سپاس و با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوساران دراک و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. Thank you.